نیروهای دولتی در 6 محل بهسود جابجا شدند. با نام خدا و با عرض سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تلویزیون بامیان در روی برگه فیسبوکش چنین نگاشته است: صدها نیروی ویژه قطعه خاص و کماندو که صبح امروز از مرکز بامیان به ولسوالی حصه اول بهسود رفته بودند در 6 محل جابجا شده اند. تا کنون جنگ بین نیروهای دولتی و جبهه مقاومت صورت نگرفته است. این در حالی است که روزنامه اطلاعات چنین میگاشته است: فرمانده کندک نیروهای مرزی و 5 سرباز دیگر در هرات کشته شدند. اطلاعات روز: مقامهای محلی در ولایت هرات تایید میکنند که 6 نفر از نیروهای مرزی در نتیجه انفجار یک حلقه ماین کنار جاده‌ای در این ولایت کشته شده اند. سید عبدالوحید قطالی والی هرات گفت که این رویداد امروز یک شنبه 1 حمل در منطقه 40 درخت در مسیر شاهرای هرات ترغندی رخ داده است. آقای قطالی همچنان گفت که یک اراده تانگ خانوی این نیروها با ماین کنار جاده برخورد کرده است که در میان قربانیان این رویداد زیاخان فرمانده کندک نیروهای مرزی نیز شامل است. تا کنون یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر خود نگرفته از دولت افغانستان، طالبان را مسئول اغلب این رویدادها میدانند. والی هرات میگوید که حملات طالبان بر نیروهای دولتی در بخش های از این ولایت جریان دارد، اما نیروهای دولتی حملات این گروه را عقب میزنند. آقای قطالی افزود که از شب گذشته به این سو طرف میان نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان در ولسوالی های کرخ و شدیداً درگیری رخ داده است. او بدون اشاره به تلفات دو طرف گفته که طالبان در جریان این درگیری ها شکست خوردند. در یک خبر دیگر والی هرات میگوید که یکی از کارمنداران ولسوالی فرس این ولایت که مریض بود هنگام انتقال به شفاخانه هرات از سوی جنگجویان گروه طالبان کشته شده است. گروه طالبان تا کنون در این دو مورد چیزی نگفته اند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.